معروفترین زوجهای مشهور همجنسگرا با من محمد نسیم گلمیری در چینل روزنما همراه باشید. سلام، وقتتون بخیر. با یک از دیگر ویدیوهای چینل روزنما خوش آمدین. در این ویدیو ماجرای عشق و ازدواج زوجهای مشهور سرگرم کننده است و این زوجهای مشهور الهام بخش برای همه ما ثابت میکند که عشق هیچ حد و مرزی ندارد. بنابراین یک لیست داغ از شایسته ترین زوجهای همجنسگرای بالیود را گردآوری کرده ایم. بعضی از افراد این لیست واقعا ما را غافلگیر کرده اند. میپردازیم. امیدوارم تا آخر ویدیو همراه ما باشید و فراموش نکنید. برای حمایت از ما ویدیوهای ما را لایک کرده و چینل روزنما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. جودی فاستر و الکساندرا هدیسون. جودی فاستر کارگردان و بازیگر افسانه‌ای. این هنرمند 58 ساله با الکساندرا هدیسون ازدواج کرده است. هدیسون هم بازیگر، کارگردان و همچون یک هنرمند. با این حال آنها روابطشان را بسیار خصوصی نگه می‌دارد. فاستر دو پسر دارد که نام پدرشان را هیچگاه در رسانه‌ها اعلام نکرده است. جیسی تایلر فرگوسن و جاستین میکیتا. جیسی تایلر فرگوسن بازیگر سریال محبوب خانواده مدرن، متولد سال 1975 میلادی است. او در سال 2013 میلادی با شریک زندگی خود جاستین میکیتا ازدواج کرد. این دو در سال 2011 میلادی در مکزیک با هم آشنا شده بودند. این زوج در یک اقدام عجیب و جالب از مهمانان خواستند که هدایای خود را به انجمن حمایت همزوجهای همجنس اهدا کنند. سمیرا ویلی و لور مورلی. نویسنده نمایش نارنجی جدید سیاه لورن و بازیگر این نمایش سمیرا ویلی در پشت صحنه این سریال با هم آشنا شدند. وقت لور مشغول نوشتن صحنه های عشق بود، مورلی فهمید که همجنسگرا است و در پایان همسرش را ترک کرد. خوشبختانه او با ویلی که پیوس را در این برنامه بازی می کرد عشق پیدا کرد. این دو در مارج 2017 میلادی ازدواج کردند. آلتون جان و دیوید مبلومان. شاید کمتر کسی باشد که ندان آلتون جان خواننده مشهور یک همجنسگرا است. با این حال آیا میدونید که وی در سال 1993 میلادی با شریک زندگی خود دیوید فرشیش ملاقات کرد؟ سپس در سال 2005 میلادی این دو مشارکت مدنی را امضا کرد. زمانی که ازدواج همجنسگرایان در انگلیس قانونی شد، آنها در دسامبر سال 2014 میلادی ازدواج کردند. آنتونیو و کیرون. این زوج اولین بار یکدیگر را در سالن رقص دیدند. آنها هر دو از اعضای گروه رقص آلوین آلی بودند. در سال 2013 میلادی آنها ازدواج کردند. در حال حاضر تفریح آنها رقص و سفر به سراسر جهان است. کارا دلوین و اشلی بینسون. کارا اولین مدلینگ خود را در سال 2009 میلادی انجام داد. اکنون او یکی از پردرآمدترین مدل ها در جهان است. در همان روز او با آنی کالاریک نوازنده سنت وینسنیت ملاقات کرد. کارا یک مدل، خواننده و هنرپیشه 28 ساله انگلیسی است. سارا پاولسون و هلن تیلور. اگر عشق واقعی است، هیچ مانعی وجود ندارد که بتواند در راهش بایستد. اگرچه هلن تیلور در جنوری سال 2020 میلادی 77 ساله شد، او با سارا پیلسون بازیگر 45 ساله
در داستان ترسناک آمریکایی آشنا شدند. آلن دیگریز و پورتیا دیروسی. پورتیا دیروسی از سال 2004 میلادی با دی جنرس رابطه داشت. در سال 2005 میلادی وی همجنسگرایی خود را علنی کرد و این دو هنگامی که الن دی جنرس با یک حلقه الماس از وی خواستگاری کرد نامزد شدند. دیروسی و دی جنرس در 16 اگست 2008 میلادی در بورلی هیلز با هم ازدواج کردند و او در سپتامبر 2011 میلادی موافق به دریافت گرین کارت شد. آیا می دانید؟ الین به دلیل تلاش هایش برای پیشبرد حقوق دیگر باش جنسی مدال آزادی ریاست جمهوری را به دست آورده. لنس باز و مایکل تورچین. لنس باز زاده 14 می 1979 میلادی خواننده، ترانه‌سرای پاپ و بازیگر آمریکایی است. وی بیشتر به خاطر حضور در گروه انسیک به شهرت رسید. وی در سال 2006 میلادی همجنسگرا بودنش را اعلام کرد. در سال 2011 میلادی او شروع به آشنایی با نقاشی به نام مایکل تورچین کرد. سپس 3 سال بعد آنها در برنامه زنده ازدواج کردند و به اولین زوج همجنسگرایی تبدیل شدند که در برنامه زنده تلویزیونی ازدواج کردند. تام فورد و ریچارد باکلی. از برند شخصی خود گرفته تا کارگردانی، تهیه کننده و فیلمنامه نویسی، آیا کاری است که تام فورد نتواند انجام دهد؟ واضح است که او همه این موارد را دارد، از جمله زندگی عاشقانه متفاوت. وی از سال 1986 میلادی با سر بیر مجله یعنی ریچارد باکلی در ارتباط است. در سال 2014 میلادی این دو ادنامه ای را با هم مبادله کردند. مایکل کوریس و لنس لیپر. شاید یکی از نمادترین زوج‌های دنیای مد مایکل و لنس باشد. این دو نفر در سال 2011 میلادی خبر جدایی خود را اعلام کردند و سپس فقط چند هفته بعد دوباره نامزد کردند. جیلیون مایکلیز و هایدی رودیس. جیلیون مایکلیز متولد 18 فوریه 1974 میلادی در ایالات متحده آمریکا است. وی مربی شخصی، بازرگان، نویسنده و شخصیت تلویزیونی از شهر لس آنجلس است. مایکلز بیشتر برای حضور در برنامه بزرگترین بازنده و برنامه پزشکان شناخته شده است، در حالی که او در آن نمایش حضور داشت. با هایدی رودیس، مدیر با استعداد، با هم ملاقات کردند و به او پیشنهاد داد. جیلیون از نظر تمایلات جنسی دو جنسگرا است. تشکر از اینکه با ما در این ویدیو همراه بودین. لطف نموده نظراتون رو با ما شریک سازید تا در ویدیوی بعدی از اون استفاده کنیم. اگر تا حال چینل روزنامه رو سابسکرایب نکردین، حالا چینل ما رو سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدیدی ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، الله نگهدار.